د کرکټ نړیوال شل اوریز جام په لړ کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د اتو غوړ لوبډلې یا سوپر 8 پړاو ته ووت. په دریمه لوبه کې افغانستان د پاپوا نیوګینی لوبډلې ته په 2 وکټو مات ورکړه. په روان جام کې به د خپل همکار جعفر خان سره خبرې وکړي چې څه روان دی او څه کیږي. وان صاحب به برنامه خوش آمدین. بله سلامونه. سلام به شما. ډیر مننه هان صاحب. دا تو ور لوبډل پړاو ته د افغانستان ټیم د وتو او په دغه مرحله کې د ټولو ټیمونو په اړه معلومات شریک کړي. او افغانستان پاپوا نیوګینی ته په ماتې ورکولو سره د روان شل اوریز نړیوال جام د اتو غوره لوبډلو مرحلې ته لاره وکړه. دا لومړی ځل دی چې افغانستان په شل اوریز نړیوال جام کې سوپر 8 مرحلې ته وځي، چې دا د افغانستان د کرکټ لپاره او د افغان لوبغاړو لپاره یوه لویه لاسته راوړنه ده. الله هم د ګروپي لوبې پاتې دي. افغانستان د دوشنبه را روانې دوشنبه په ماښام د ویست انډیز په ټایم ماښام کېږي او د کابل په وخت سهار سه شنبه د کوربه ویست انډیز سره د ګروپي لوبو په ترڅ کې مخامخېږي او د دغه لوبو نه وروسته نور بیا د سوپر 8 هغه ټولې لوبډلې معلومیږي او چې کوم ټیم له چا سره لوبه لري. البته د افغانستان د سوپر 8 دوه لوبې ورده مخه معلومې شوې دي، چې یوه لوبه یې د پنج شنبه په ورځ له هندوستان سره ده او بله یې د شنبه په ورځ له استرالیا سره ده. او دوه نورې لوبې چې لري په سوپر 8 کې هغه ټیمونه لا معلوم نه دي، ځکه د هغوی ګروپي لوبې پاتې دي. هغوی ګروپي لوبې چې خلاصې شي نو هغوی هم د سوپر 8 مرحلې ته وځي، بیا د افغانستان نورې لوبې هم معلومېږي مشخصې. بله خب آن صاحب، نگرانی ها از نحوه بازی خط میانه تیم ملی کرکت افغانستان وجود داره؟ با توجه به تیم هایی که در این دور افغانستان با آن مواجه است، فکر میکنین که افغانستان از لحاظ بیتینگ دست بالا داشته باشه؟ تشکر. خط میانه بسیار اگه اصطلاح خوب شما استفاده کردین در کرکتی را میدل آردر میگه افغانستان. ما با کپتان تیم افغانستان راشد خان صحبت کردم و گفتم که یک مشکل عمده اگر تیم افغانستان داشته باشه به نظر خودتان چیست؟ اونا هم تایید کردن، گفتن که در میدل آردر ما یک مشکل کوچک داریم. اگر دو سه آلراوندر ما آلراوندر به این معنی که هم بالینگ کرده بتانه و هم بیتینگ کرده بتانه اونا بتانه همی خلا را پر کنه، ما مشکل نداریم. نظر به بازی هایی که افغانستان تا فعلا انجام داده، سه بازی را تیم قوی نیوزلند را شکست داد، تیم یوگاندا و پاپوا نیوگینی را بسیار با تفاوت بزرگ شکست داد و در گذشته هم از ویست اندیز بازی را برده. نظر به بازی های افغانستان، ما میتونیم بگیم که افغانستان یک تیم یکی از تیمای قوی ترین در این جام جهانی پنداشته میشه و تیمای دیگر هم اعتراض دارند که با افغانستان مواجه میشن، چگونه پلان گذاری کنند که در برابر افغانستان بازی خوب انجام بدن. افغانستان یکی از تیمای نصف فعلا در اینجا. خب هانتر، باز بازی ها سه بازی گذشته که افغانستان برنده شده صحبت کردین، چی فکر میکنین مبصرین یا کسایی که تبصره میکنن چی میگن استراتژی که افغانستان در سه رقابت گذشته به نمایش گذاشته باعث پیروزی تیم افغانستان در آینده هم خواهد شد؟ افغانستان در دو بازی اول خود اول بیتینگ کردن و در بازی که دیشب بوده یا با وقت افغانستان امروز صبح بوده بسیار یک استراتژی متفاوت اینا عملی کردن. به این معنی که کره را بردن یا تاس بردن و به تیم مقابل گفتن که شما بیان بیتینگ کنین ما بالینگ میکنیم. دفعه اول بود که افغانستان در این جام جهانی به چیزینگ یا به دست آوردن هدف تصمیم گرفتن و استراتژی بود. یک زمان فکر میشد که بازیکنان یا توپزنان افغان به مشکل مواجه هستند، مگر در استراتژی خود افغانستان هم کامیاب بود و راشد خان گفت که به خاطر از این استراتژی را عملی کردن که قوت خود در دست آوردن هدف هم معلوم کنن که در آینده اگر چنین کار میشه که اینا متوجه باشن و بفهمن که نقطه ضعف و قوت. هانس، بیا لند وقت لرو که لند جواب را که د پنجی تیم سره د لوبیدو څخه وروسته افغانستان کوم درسونه باید واخلي تر څو وکول شي پراتون کې پړاو کې خو لوبيږي؟ او دا تاسو کله لوبه ګټینو ساغه مشکلات هیریږي، مگر د افغانستان میډل آرډر بیټینګ لا هم مشکل لري. بنګولي دوی چې په میډل آرډر کې افغانستان لا هم هغه څه ثابت بیټسمن نه لري، که څه هم آلراونډران دغه خلا تر ډیر ډکې، مگر افغانستان په اوږد مهال کې باید په میډل آرډر کې یو قوي او ثابت یو دوه لوبغاړي پیدا کړي او یو درک حاصل کړي شي. نو زما په نظر البته دا به وي چې افغانستان په لومړی بیټینګ کې ښه ده نسبت دا چې هدف ترلاسه کړي. ډېره مننه هانس صاحب ستاسو معلومات.